با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت دانش آموزان عزیز پایه هشتم، با درس سه زبان انگلیسی پایه هشتم در خدمت شما عزیزانم هستم. عنوان درس سه هست Lesson 3 My Abilities. My Abilities بچه ها، Abilities جمع واژه Ability هستش. Ability به معنای مهارت و توانمندی. به چه معنا؟ مهارت و توانمندی. که وقتی این واژه اس جمع میگیره تا بشه مهارت ها یا توانمندی ها، وای ازش گرفته میشه و آی ای اس بهش اضافه میشه، میشه my abilities. تو بعضی واژه ها وقتی میخواد اس اضافه شه بدون هیچ تغییری اس بهش اضافه میشه، ولی در بعضی واژه ها مثل ability که در انتهای اون حرف وای رو داره، وای هست شده و میشه my abilities. خب قبل از هر چیزی مکالمه درس رو گوش میدیم. فقط خواسته ای که من ازت دارم، مداد و خودکار و دفتر و کاغذ یا هر چیزی که برای نوت برداری لازم داری دم دستت نگه دار. و یه چیز دیگه ازت میخوام، یه جسم پرشور و پر انرژی و پر هیجان برای یادگیری یه عالمه مطلب جدید و صحبت کردن در مورد توانایی ها در زبان انگلیسی. ما میخواییم انگلیسی یاد بگیریم و انگلیسی صحبت کنیم. چرا؟ چرا که وقتی که تو دو زبون بلدی انگار دو نفری. خب My abilities یا توانایی های من. خوب گوش کنید، پر انرژی و پر هیجان و سرحال اینها رو تکرار کنید. بعد از اینکه تکرار کردید من براتون توضیح میدم، شرح میدم و دوباره باهاتون مفصل کار میکنم. Lesson 3 My Abilities Conversation. Listen to the students talking about their abilities. Wow, your drawing is very good. Thanks. Can you draw? No, I'm not good at drawing, but I can take good photos. Really? Can I see your photos? Why not? Come to my house this afternoon. Oh, I can't make it today. How about Thursday afternoon? That's fine. You can bring your drawing book too. Sure. خب بچه گوش کردین، حتما سعی کنید که تلفظ صحیح واژه ها و جملات و حروف رو از لحاظ تون صدا، جملات سوالی و تلفظ صحیح هر کلمه word by word رو خوب گوش کنید. یک بار دیگه من براتون درس رو میخونم. My abilities یعنی توانایی های من. خوب دقت کنید بچه ها. اولا نکته ای که بهتون گفتم، ability انتهاش وای داره به معنای توانمندی یا مهارت، و وقتی که این واژه به حالت جمع تبدیل میشه وای هست و به آی ای اس به این شکل تبدیل میشه و این همون عنوان درس شماست، My Abilities. خب الهام و سارا دوتا دوستن که با هم دیگه میخوان راجع به توانمندی هاشون صحبت کنن. الهام داره طبق تصویری که شما در کتاب ملاحظه میکنید، اگر دقت کنید یه نقاشی رو به دوستش نشون میده و در مورد توانایی یا مهارت نقاشی کشیدن میخوان با هم دیگه صحبت کنن. حالا الهام و سارا با هم صحبت میکنن، الهام نقاشی سارا رو میبینه، شرایط قشنگ برای خودتون فضا سازی کنید. اون وقت الهام به سارا دوستش چی میگه؟ میگه واو، Your drawing is very good. Your drawing is very good. نقاشیت خیلی خوبه. Your drawing is very good. خب سارا هم به طب تشکر میکنه، میگه Thanks. متشکرم. Can you draw? میتونی نقاشی کنی؟ میتونی نقاشی کنی؟ Can you draw? تکرار کنید بعد من. Your drawing is very good. بچه واژه هایی که میگم و بعد من بگین. Very good. Very good یعنی خیلی خوب. Very good. Very good یعنی خیلی خوب. حالا به چی میگی خیلی خوب؟ به هر چیزی که ازش خوشت میاد میتونی واژه very good یا خیلی خوب رو براش به کار ببری. مثل very good class، very good movie فیلم خیلی خوب، very good person یک شخص خیلی خوب،
Very good drawing. یک نقاشی خیلی خوب. حالا داره به دوستش میگه. میگه نقاشیت. نقاشیت به انگلیسی چی میشه؟ نقاشی که مال توه. Your drawing. نقاشی تو. Your drawing is very good. بعد من بگو. تنبلی نکن. Your drawing is very good. نقاشیت خیلی خوبه. خب تشکر میکنه. میگه Thanks. متشکرم. ممنون. Can you draw? یعنی میتونی نقاشی کنی؟ تو هم میتونی بکشی؟ Can you draw? Can یعنی توانستن. Can اگر در ابتدای یک جمله بیاد حالت سوالی به خودش میگیره. یعنی چی؟ آیا میتوانی تو؟ Can you? آیا من میتوانم؟ Can I? آیا او میتواند؟ Can he? آیا اون خانم میتواند؟ Can she? آیا ما میتوانیم؟ Can we? آیا آنها میتوانند؟ Can they? حالا اینجا چی میگه؟ تو میتونی؟ میشه can you؟ اگر فقط بخواد بگه، اینجا میگه آیا تو میتوانی؟ میشه can you. اگر بخواد بگه تو میتوانی به عنوان یک جمله مثبت میشه you can. باریکلا به تو. خب حالا اینجا میگه آیا تو میتوانی نقاشی کنی؟ can you draw. تکرار کن. can you draw. تو میتونی نقاشی کنی؟ can you draw. تو میتونی نقاشی کنی؟ can you draw. باریکلا. حالا میخواد پاسخ بده، یا آره یا نه دیگه، یا yes یا نه، یا میتونه یا نمیتونه. میگه no. I'm not good at drawing. نقاشیم خوب نیست. I'm not good at drawing. هر چیزیت که خوب نیست میتونی با این اصطلاح به کار ببری و بهش بگی. فقط یه نکته رو یادت باشه. اینجا رو نگاه کن. بچه‌ها، ما اینجا یه حرف اضافه داریم. حرف اضافه چیه؟ at. ما به حرف اضافه تو انگلیسی میگیم preposition. Preposition. تکرار کن. Preposition. حرف اضافه. حرف اضافه رو تو فارسی میشناسی؟ به، در، از، با، اینا تو فارسی حرفای اضافه هم دیگه. همینا رو ما تو انگلیسی هم خب داریم، مثل at، in، on، about، with. اینا حرفای اضافه هم. هر جا اینا رو دیدی اینا حرف اضافه هم. اگر نکته و قانون، اگر در یک جمله حرف اضافه‌ای وجود داشت و قرار شد بعد از اون حرف اضافه یک فعل بیاریم، آقا فعل چیه؟ یه دقیقه صبر کن، چرا انقدر هول میکنی؟ اون فعل باید به صورت ing دار بیاد. آقا ما سوالاتمون زیاد شد، نمیدونیم فعل چیه، نمیدونیم ing دار چیه. فعل عمل جمله است، فعل کار جمله است. فعل چیزیه که توی جمله انجام میشه. تو انگلیسی بهش چی میگیم آقا؟ میگیم verb. خب verbت تهش یه ing میاد اگر در جملت یک at رو به عنوان حرف اضافه داشته باشی. اینجا فعلمون هست draw. اینجا رو نگاه کن. draw یعنی نقاشی کشیدن، یک عمله. و چون ما اینجا at رو داشتیم بهش یک ing اضافه میکنیم که میشه drawing. بچه یه نکته، در افعالی که بهشون ing اضافه میشه حرف و صدای جی به گوش نمیرسد. یعنی نمیگیم drawing غلطه، it's wrong. درستش چیه؟ it's correct to say drawing. جیش رو نمیخونیم. پس چی میگیم؟ no I'm not good at drawing but. اما but یعنی اینجا چی؟ اما. یعنی اگه نقاشیم خوب نیست به جاش اما یه چیز دیگهش خوبه. چی خوبه؟ I can take good photo. میتونم عکسای خوبی بگیرم. I can take good photo. تکرار کنید. Good photo. خب good photo میشه عکس خوب. میگو عکس خوب میتونم بگیرم. I can. من میتوانم. Take رو واسه عکس گرفتن میگم بچه ها. I can take. تکرار کن. I can take good photo. میتونم عکسای خوبی بگیرم. اینا رو به خودت تکرار کن. I can take good photo. باریکلا. خب حالا no I'm not good at drawing. نقاشیم خوب نیست. با نقاشی من کاری نشته باش. But اما I can take good photos. عکسای خوبی میتونم بگیرم. سارا خب از شنیدنش خوشحال میشه. میگه اه واقعا؟ really؟ واقعا؟ can I see your photos؟ میتونم عکساتو ببینم؟ میتونم عکسایی که گرفتی رو ببینم؟ can I see your photos؟
خب الهام هم حتما مخالفت نمی کنه، میگه why not، چرا که نه. why not یعنی چرا که نه، come یعنی بیا، come تکرار کن، come یعنی بیا، come to my house، بیا خونمون. کی؟ this afternoon، امروز بعد از ظهر. afternoon یعنی بعد از ظهر. تو درس قبلی یادت هست یا نه میگفتیم in the morning، in the afternoon، in the evening. morning چی بود؟ صبح. afternoon بعد از ظهر، نون یادت باشه ظهر بود، بعد از نون رو میگفتیم after، و عصر رو میگفتیم evening، بعد از sunset، sunrise و sunset یادته، اونها رو به خاطر بسپار. پس میگه come to my house this afternoon. خب چی کار بکنیم؟ سارا میگه I can't make it today. این جمله رو حفظ کن، به دردت میخوره، خیلی جمله قشنگیه. I can't make it today، I can't make it today یعنی چی؟ یعنی نمیتونم امروز انجامش بدم. اینا رو با شعر بخواهی تفسیرش کن، خیلی قشنگ میشه، بعد میتونی جاهای مختلف اینو به کار ببری. I can't make it today، امروز نمیتونم، امروز شرمندم. ببین تو فارسی خیلی جورا، خیلی فرما هست که تو یک درخواست رو رد میکنی، یعنی میگی امروز برام مقدور نیست، امروز شرایطشو ندارم، امروز وقتشو ندارم. میگی I can't make it today، نمیتونم امروز انجامش بدم. خب در ادامه خود سارا که میگه امروز نمیتونم، میگه how about Thursday afternoon، میگه پنجشنبه بعد از ظهر چطور؟ پنجشنبه بعد از ظهر چی کاره ای؟ هستی؟ میگه که that's fine خیلی خوبه. You can bring your drawing book to bring یعنی آوردن تکرار کن، bring ممکنه یکی از شماها که نشستین و اینها این مجموعه رو تماشا میکنین براتون سوال بشه که آقا این ing که گفتی این همون ing که اینجا بود که به این فعل draw اضافه شد، آیا اینم یک ing که به فعل br؟ ما اصلا فعلی به نام br نداریم، br فعل نیست، فقط یک تشابه کلمه ایه. من هر سوالی که فکر کنم ممکنه توی ذهنت ایجاد شه پاسخ میدم. You can bring، پس این یک کلمه ثابته و چیزی بهش اضافه نشده. تو میتونی بیاری، You can bring میتونی بیاری. چی رو بیاره؟ Your drawing book، دفترچه نقاشی تو. آخرش گفته to، این تو یعنی هم یا همچنین. تو میتونی دفترچه نقاشیت رو هم بیاری. این همی که میگم اینجا تو انگلیسی تش میاد. You can bring your drawing book to تو میتونی دفتر نقاشیت رو هم بیاوری. خب سارا هم برای اینکه توی زبان انگلیسی وقتی کاری رو مطمئنا میخوای انجام بدی و میخوای احترام به طرف بذاری، میگی sure، البته که این کارو میکنم، sure حتما این کارو میکنم. خب این مکالمه رو به دقت خوندیم و با هم دیگه تکرار کردیم، بریم یه چند تا عکس و تصویر و واژه و جمله از درس بخونیم و یاد بگیریم تا اطلاعاتمون از درس به طور کامل چی بشه؟ بالا بره. بچه های عزیز خوب گوش کنید تا بریم یه سری نکته های جدیدتر از درس سه زبانه شما رو بهتون بگم. اول یه جمله از دانشمند بزرگ به نام رابین شرما میخوام براتون بخونم. میگه مای درستون که از مای ابیلیتیز یعنی توانایی های من، ایشون میگن your I can یعنی من میتوانم، شما یعنی به خودت بگی من میتوانم، همیشه تو زندگیت بگو من میتوانم، I can. یه تابلوی بزرگ درست کن توی اتاق، توی جایی که هستی زندگی میکنی، بنویس I can. هیچ وقت نگو I can't یا I cannot، من نمیتوانم، بگو من میتوانم، I can. میگه I can تو، من میتوانم تو is more important، خیلی مهمتره، is more important than your IQ، از IQ تو خیلی. یه آدمایی هستن که IQ شاید نداشته باشن، اگه برید مطالعه کنید توی طول تاریخ شاید خیلی IQ بالایی نداشتن، ولی به خودشون گفتن I can، من میتوانم. خب میریم بخش بعدی، این دوتا تصویر رو ببینید، به نظرتون نقاشیش خوبه؟ سوال میکنیم، از شما سوال میکنم نقاشیش خوبه؟ انگلیسیشو بگم Is he good at drawing؟ من که میگم نه، تو چی میگی؟ من میگم No, he's not good at drawing.
He's not good at drawing. تو هم موافقی؟ تو هم موافقی که نقاشیش خوب نیست؟ چون خیلی قشنگ نکشیده. بریم تصویر بعدی. خب به نظرتون این بچه‌ای که این ظرف غذایی سوخته دستشه آشپزیش خوبه؟ آشپزی رو تو انگلیسی میگیم cooking. 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 باریکلا. حالا ازتون سوال میکنم. Is she good at cooking? Is she good at cooking? چرا گفتم شی؟ چون این خانومه. اگر ایشون رو میخواستم بگم میگفتم he. Is he good at cooking? من نظرم اینه که ایشون غذاهای خوبی درست میکنه. شما چی میگین؟ پس بیا جواب مثبت بدیم. یه بار دیگه سوال میپرسم تو جواب بده. Is he good at cooking? Yes, he is. He is good at cooking. Is she good at cooking? No, she isn't. No, she isn't at all. At all یعنی به هیچ وجه. No, she isn't. She is not. She is not good at cooking. اون آشپزیش خوب نیست. بریم تصویر بعدی. در مورد فوتبال به نظرتون این فوتبالش بهتره یا این؟ اینی که داره گل میزنه یا اینی که خودش هم رفته تو دروازه؟ Is he good at playing football? Yes or no? Yes, he is good at playing football. No. No, he is not. He is not good at playing football. تکرار کن. تنبلی نکن. حتما باید با من تکرار کنی. No, he is not good at playing football. No, he is not good at... نه, 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 نیست. خوب نیست بازیش. اینجا چی؟ Yes, yes, he is good at playing football. Yes, he is good at playing football. خب تصویر بعدی. خب یکی داره با موفقیت توی گوگل سرچ میکنه و یکی اصلا خوشحال نیست و نتونسته اون چیزی که میخواد سرچ کنه رو پیدا کنه. بچه ها سرچ یعنی جستجو کردن. شما توی گوگل سرچ کردین. سرچینگ ویب جستجو کردن صفحه اینترنتی. سرچینگ دی ویب. Is he good at searching the web? Is he good at searching the web? آیا او سرچ کردن در اینترنتش خوبه؟ Yes he is. آره اگه این تصویر رو منظورته سرچ کردنش خوبه چون خیلی خوشحاله. Yes he is good at searching the web. اما این نه. No, 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 نیست. No, see, she's no, he's not good at searching the web. این سرچ کردن توی گوگلش خوب نیست. خب به نظرتون ایشون شناش خوبه؟ این آقا که داره غرق میشه، این آقا داره به خوبی شنا میکنه. حالا شنا کردن در زبان انگلیسی میشه swim. Swim. تکرار کن. Swim. واژه رو برات بنویسم. Swim یعنی شنا کردن. حالا نکته یادته بهت چی گفتم توی مکالمه؟ گفتم اگر فعلی قبلش حرف اضافه بیاد اون با آینجی میاد، ولی اگر حرف اضافه نیاد آینجی هم در کار نیست. اگه آینجی نذارم چی میگم؟ میگم he can swim. آینجی نمیخواد بذارم براش که چون کنو دارم. او میتواند شنا کند. تکرار کن. He can swim. He can swim. He can swim. او میتواند شنا کند. حالا میخوام بگم شنا کردنش خوبه. چی بگم؟ بگم He is good at. خب من اینجا at رو دارم. وقتی اینجا at رو دارم باید چیکار کنم؟ به این swim یا ing هم بدم. He's good at swimming. درست شد. He is good at swimming. Is he good at swimming? Yes, he is good at swimming. Can he swim? Yes, he can swim. وقتی میخوام این جمله رو سوالی کنم کنش رو به این شکل میبرم عقب و در انتهاش یک علامت سوال میذارم. و وقتی میخوام این جمله رو سوالی کنم He is good at swimming. اون شنا کردنش خوبه. حالا میخوام سوالیش کنم اینو میبرم عقب آخرش یک علامت سوال میذارم. میگم Is he good at swimming؟ اگه جوابم مثبته میگم Yes, he is. اگه جواب منفیه میگم No, he is not. He is not good at swimming. که میشه مثال این تصویر. خب دقت کردین؟ دقیقا همون چیزی شد که در موردش صحبت کردیم. خب تصویر بعدی. در مورد شما چطور؟ در مورد خودتون پاسخ بدین. از دوستانتون سوال کنین. What about you? What about you? در مورد تو چطور؟ Are you good at playing football? تو چی خوب بلدی؟
تو چه کاری خوب بلدی؟ Can you play football? Are you good at playing football? Can you take good photo? Are you good at taking good photo? ممکنه بگی yes I am. آره من میتونم عکسای خوبی بگیرم. ممکنه هم بگی no I'm not. نه من no I'm not good at taking good photo. I can play football well. من میتونم به راحتی و خوبی فوتبال بازی کنم و مهارت هات رو بیان کنی. اینجا مهارت های مختلفی هستش که شما میتونی اونها رو بیان کنی. پس ما هم با Are you good at میتونیم جمله رو سوالی کنیم، هم با Can you، و این دوتا فرق داره. توی قسمت قبلی میگفتیم Are you good at، آیا مثلا Are you good at playing football، فوتبال بازی کردنت خوبه؟ اینجا میگیم Can you. ببین اینجا دیگه بحث این که خوبه یا بده نیست، اینجا بحث سر اینه که اصلا میتونی، Can you take photo، میتونی عکس بگیری؟ حالا که میتونی Are you good at taking good photo، میتونی عکسای خوبی هم بگیری؟ این که من میتونم فقط دکمه عکسو بزنم و یه عکس بگیرم، خب این توانمندیه منه که میتونم این دکمه رو فشار بدم، اما آیا میتونی عکسای خوبی هم بگیری؟ این یک توانمندیه بالاتریه. پس مهارت من و میزان مهارت من رو با Are you good at میشه سنجید. مثلا Can you make a cake؟ میتونی کیک درست کنی؟ تکرار کن، من این جمله رو میخوام با من تکرار کنی. Make a cake. Make a cake. Make a cake. درست کردن کیک. Ride a bicycle. Ride a bicycle یعنی دوچرخه سواری کردن. Ride a bicycle. Play basketball. Play basketball. شما تکرار نمی کنی، بلندتر، یه جوری بلند تکرار کن که خودت صدای خودت رو بشنوی. باریکلا تکرار کن. Play basketball. Play basketball. و آخرین جمله Do a puzzle. Do a puzzle. و یک جمله هم اینجا بود که در قسمت قبل گفتیم Search the web. Search the web یعنی جستجو کردن در اینترنت. بله بچه، یه نکته در مورد ride بهتون بگم. بچه ها هر وسیله‌ای که ما موقعی نشستن روش به این شکل، به این حالت و وضعیت روش قرار بگیریم، براش راید رو به کار میبریم. و وسایل نقلیه‌ای که ما میرونیمشون و داخلش مینشینیم، مانند صندلی ماشین، براش از واژه درایو استفاده میکنیم. و برای دوچرخه، اسب و موتورسیکلت از واژه راید استفاده میکنیم. راید بایسیکل، راید هورس یعنی اسب سواری، راید موتورسیکل موتور سواری. و به این شکل ما میتونیم واژه ها رو استفاده کنیم و جملات سوالی رو با اینها بسازیم. خب پس حالا تو این قسمت ما یه واژه جدید یاد میگیریم به نام هو. هو یعنی چه کسی؟ هو یعنی چه کسی؟ به چه شکل نوشته میشه؟ W-H-O. تکرار کنید هو. هو. بچه ها این واژه با هاو فرق داره. توی قسمت‌های بعدی ممکنه با واژه‌ای به نام هاو آشنا بشید که اولش H O W داره، ولی این W H O داره. هاو یعنی چگونه، این هست هو. هو یعنی چه کسی؟ هو کن تیک گود فوتو. ممکنه یه روزی معلم شما داخل کلاس بیاد و بخواد ببینه کی مهارت عکاسی داره، ازتون سوال میکنه هو کن تیک گود فوتو، چه کسی میتونه عکس خوبی بگیره؟ ممکنه معلمتون یه روزی بخواد تیم فوتبال انتخاب کنه از بین بچه ها. میاد ازتون چی سوال میکنه؟ میگه Who can play football well؟ چه کسی میتونه خوب فوتبال بازی کنه؟ ممکنه play تنیس رو سوال کنن. Who can play tennis؟ چه کسی میتونه تنیس بازی کنه؟ و شما یکی از دوستانتون که فکر میکنید بهتره در بازی تنیس معرفی میکنید یا خودش دستش رو بالا میگیره. Who can draw؟ چه کسی میتونه نقاشی کنه؟ Who can paint or who can search the web؟ و واژه ها رو به این شکل سوالی میکنیم و با این جمله هم به همین شکل Who is good at playing tennis؟ چرا؟ چون at داره و play رو برخلاف حالتی که ما با can میگفتیم اینجا با ing میگیم، یعنی Who can play tennis؟ Who is good at playing tennis؟ پس اینجا ing میگیره. Who can draw؟ Who is good at drawing؟ آقا فرق این دوتا چیه؟ این میگه کی میتونه؟ این میتونه کی؟ کارش. این میگه کی کارش خوبه، کی بلده، کی مهارت داره. پس این دوتا با هم دیگه فرق داشتن بچه های عزیز.
خب این چند تا تمرین رو با هم دیگه حل کنیم. این چند تا نمونه سوال امتحانیه که اگر اینا رو خوب بلد بشین سوالات سختی که ممکنه در امتحانتون بیاد رو حتما میتونین از عهده‌اش بر بیاید. اینا رو که حل کنید میریم سراغ حل کردن و کار کردن پرکتیسای کتابتون که خیلی نزدیکه به مفاهیمی که اینجا بهتون گفتیم، در واقعش دقیقاً همون مطالبه، فقط یکم همونطور که از اسمش معلومه پرکتیس یعنی تمرین کردن، اونجا تمرین می‌کنیم. خب اینا رو گوش کنید. نمبر 1، تمرین 1، I'm good at جای خالی والیبال. بچه‌ها والیبال رو چیکار می‌کنن؟ بازی می‌کنن. اصلا فعلش رو به ما داخل پرانتز داده، یعنی فقط کافیه که پلی رو اینجا بنویسی. خب دیگه چیکار کنین؟ چون من حرف اضافه ات دارم به پلی یک آی ان جی بدی. یعنی چی؟ بگی I'm good at playing volleyball. من والیبال بازی کردنم خوبه. She can جای خالی well. She can swim well. یعنی شنا کردن. او میتواند به خوبی شنا کند. و چون can بود ما بهش آی ان جی اضافه نکردیم. He's good at جای خالی holy Quran. او میتواند آیات قرآن رو یا قرآن کریم رو چیکار کنه؟ تلاوت کنه. بچه برای تلاوت کردن قرآن واژه recite رو به کار میبرین. تکرار کنین recite 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 رو چند بار به خودتون تکرار کنین، شاید به مشکل بر بخورید اگه تکرار نکنین. بچه recite 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 the holy Quran recite the holy Quran. باریکلا. خب حالا که ما اینجا he's good at داریم، پس کافیه که ما سایت رو بهش ing بدیم. موقع ing دادن چون آخرش ای داره ای حذف میشه. We can ما اینجا can رو داریم، پس کافیه که فقط speak رو به تنهایی قرار بدیم. همیشه بعد از فعل can فعل به صورت ساده قرار میگیره. Who can چه کسی؟ چه کسی میتواند؟ چه کسی میتواند داستان بگوید؟ Who can tell a story? Who can tell a story? اگر با who is good at بود میگفت Who is good at شما بگو. باریکلا. تکرار کن. Who is good at telling a story؟ یعنی ING میگیره. Who is good at telling a story؟ Who can tell a story؟ آفرین بر شما دانش آموزان زرنگ، پر انرژی و پر هیجان که تا این قسمت درس رو با ما به خوبی همراه بودن. میریم سراغ بخش بعدی کتابتون که پرکتیس ها و تمارین کتاب هستن. میریم اونا رو هم گوش کنیم و بعد تکرار کنیم. خواهش میکنم خوب دقت کنید و با صدایی که پخش میشه تکرار کنید و بهش دقت کنید. خب پرکتیس 1 رو توجه کنید بچه های عزیز. پرکتیس 1 Talking about abilities 1. Listen to the examples, then ask an answer with a friend. Are you good at drawing? Yes, I am. No, I'm not. Are you good at drawing? Yes, I am. No, I'm not. Is she good at cooking? Yes, she is. No, she isn't. Is she good at cooking? Yes, she is. No, she isn't. Is he good at playing football? Yes, he is. No, he isn't. Is he good at playing football? Yes, he is. No, he isn't. Are you good at searching the web? Yes, we are. No, we aren't. Are you good at searching the web? Yes, we are. No, we aren't. Are they good at swimming? Yes, they are. No, they aren't. Are they good at swimming? Yes, they are. No, they aren't. خب بچه این از پرکتیس 1. یه بار دیگه من براتون میخونم واژه هایی که جمله هایی که چندین بار خوندیم و تکرارش کردیم، حالا یه بار دیگه میخونیم با هم دیگه تکرار میکنیم و ترجمهش میکنم براتون. پرکتیس 1 talking about abilities. Number 1. Listen to the examples then ask an answer with a friend. میگه گوش کن به مثال ها سپس بپرس و پاسخ بده. اینو با من تکرار کنید. Ask an answer. Ask
An answer. Ask یعنی بپرس. Ask یعنی بپرس. Answer یعنی پاسخ بده. بچه W's خونده نمیشه. خونده میشه answer. Answer. Ask. Ask. Answer. Ask an answer. Ask an answer. بپرس و پاسخ بده با دوسته. Are you good at drawing? بعد من تکرار کن. میخوام یه نفس تا آخرش با هم دیگه بریم و هیچ وقتی رو طلب نکنیم. Are you good at drawing? بعد من بگو. Are you good at drawing? Are you good at drawing? باریکلا. حالا چون داره تو میبرسه میگی آره. آره من نقاشیم خوبه. Yes I am. Yes I am. No I'm not. اگر نیستی میگی No I'm not. Yes I am. No I'm not. Is he good at cooking? اون آقا اون خانم آشپزیش خوبه؟ Is she good at cooking? Is she good at cooking? Yes, she is. آره خوبه. No, she isn't. نه خوب نیست. Is he good at playing football? Is he good at playing football? Is he good at playing football? Yes, she is. آره خوبه. No, he isn't. نه خوب نیست. Are you good at searching the web? تکرار کن. Searching the web. Searching the web. Are you good at searching the web? Yes, we are. No, we aren't. آره. خوبه. نه خوب نیست. Are they good at swimming? Are they good at swimming? شنا کردنت خوبه؟ Are they good at... اونها. شنا کردن اونها خوبه؟ Are they good at swimming? شنا کردن اونها خوبه؟ Yes, they are. آره خوبه. No, they aren't. نه خوب نیست. پس swimming اینجا به معنای شنا کردن قسمت قبلی هم خدمتتون عرض کردم. اگه موافقید بریم پرکتیس دو رو با هم دیگه بشنویم. Practice 2, talking about abilities, number 2. Practice 2, talking about abilities, 2. Listen to the examples. Then ask and answer with a friend. Can you make a cake? Yes, I can. No, I can't. Can you make a cake? Yes, I can. No, I can't. Can she search the web? Yes, she can. No, she can't. Can she search the web? Yes, she can. No, she can't. Can he do a puzzle? Yes, he can. No, he can't. Can he do a puzzle? Yes, he can. No, he can't. Can you ride a bicycle? Yes, we can. No, we can't. Can you ride a bicycle? Yes, we can. No, we can't. Can they play basketball? Yes, they can. No, they can't. Can they play basketball? Yes, they can. No, they can't. خب این هم از پرکتیسه دو. Talking about abilities number 2. Listen to the examples. This, then ask an answer with a friend. با دوستات به مثال ها گوش کن و با دوستات پرسش رو پاسخ بکن. خب اینجا کاری که کرده با فعل کمکی کن جملات رو پرسشی کرده. کن به چه معناست در زبان انگلیسی؟ خودتون میدونین که یعنی توانستن. کن به معنای بچه ها توانستن. Can you make a cake؟ میتونی کیک درست کنی؟ تکرار کن. Make a cake. Make a cake. بچه ها کیک رو هم با بیک میگن هم با میک میگن. هر جفتش درسته. در واژه های انتهای کتابتون هم اگر برید رجوع کنید میبینید که هم با bake نوشته هم با make. Make food میگن، make lunch میگن، make dinner میگن، یعنی غذا درست کردن، شام درست کردن، نهار درست کردن. برای کیک هم به کار میره، bake هم برای کیک به کار میره. Can you make a cake؟ میتونی کیک درست کنی؟ حالا میگه آره میتونم. Yes I can. نه نمیتونم. No I can. آره میتونم. Yes I can. نه نمیتونم. No I can. Can she search the web؟ اون خانم میتونه سرچ کنه اینترنتو؟ Can she search the web؟ بگو تکرار کن. Search the web. Search the web. Can she search the web?
can she search the web? میتونه اون خانوم؟ Yes, she can. آره میتونه. No, she can't. نه نمیتونه. Do a puzzle. Do a puzzle. یعنی معما انجام دادن. جدول حل کردن. Do a puzzle. Can he do a puzzle? Can he do a puzzle? میتونه پازل انجام بده؟ میتونه معما حل کنه؟ Yes, he can. آره میتونه. No, he can't. نه نمیتونه. Can you ride a bicycle? میتونی با دوچرخه سواری کنی؟ Can you ride a bicycle? Yes, I can. یا yes, we can. هر جفتش هم درسته. من اگه به تو بگم you میگی I. ولی اگر به یه جمعی اشاره کنم بگم you میگید we. پس you هم مفرد داره هم جمع داره. بستگی به خطاب گوینده داره. You توی. حالا اگر کنار دوستت هم نشسته باشه شما دو نفرم you هستید. پس بستگی به خطاب بنده به عنوان مخاطب داره. Can you یک نفر رو با یه دست نشون میدم. Can you ride a bicycle؟ میگید yes I can یا no I can. حالا دو دستی میشه دو نفر. Can you ride a bicycle؟ شما دو نفر میشه yes we can. شما میگید ما به خودتون آره میتونیم یا no we can't نه نمیتونیم. Can they play basketball؟ میتونن اونها بازی بسکتبال انجام بدن؟ No, they can't یا yes, they can. هر دو پاسخ هم در اینجا درسته بچه ها. بچه ها نکته که اینجا باید دقت کنید در جملات فعل کمکی can اگر به پشت جمله بره حالت سوالی به خودش میره و با همون can هم پاسخ میدیم. یعنی وقتی میگم can you play football؟ میگی yes I can. پس با همون can هم جمله رو پاسخ میدیم. بریم پرکتیس 3. آماده باشید. Practice 3. Talking about abilities. گوش کنید. Practice 3. Talking about abilities. 3. Listen to the examples. Then ask an answer with a friend. Who can work with a computer? All students can. Who can work with a computer? All students can. Who can play tennis? Ali can play tennis well. Who can play tennis? Ali can play tennis well. Who can draw? Pahram can, but not very well. Who can draw? Pahram can, but not very well. Who can take photos? Marjan and Leila can. Who can take photos? Marjan and Leila can. Who is good at telling stories? Me. Who is good at telling stories? Me. خب بچه‌ها اینم از پرکتیس 3. پرکتیس 3. Talking about abilities. چیزی که اینجا باید یاد بگیرید واژه who can هستش که در قسمت قبل هم خدمتتون گفتم. Who can یعنی کی میتونه؟ Who can یعنی کی میتونه؟ کی میتونه تو انگلیسی چی میشه؟ Who can, who can, who can. باریکلا. Who can work with a computer؟ Who can work with a computer؟ کی میتونه با کامپیوتر کار کنه؟ پاسخ داده All students can. All students can. تکرار کن. All students can. همه بچه ها میتونن. همه دانش آموزا میتونن. All students can. Who can play tennis؟ کی میتونه تنیس بازی کنه؟ Who can play tennis؟ کی میتونه تنیس بازی کنه؟ Ali can play tennis well. Ali میتونه تنیس بازی کنه به خوبی. Well یعنی به خوبی. جمله سوم. Who can draw؟ کی میتونه نقاشی بکشه؟ Who can draw؟ Who can draw؟ Who can draw؟ پرهام can. پرهام میتونه. But اما چی؟ اما رو که میذاره تو جمله اونور اما یعنی یه چیزی برخلاف جمله قبله. معمولا اینطوریه. پرهام میتونه اما not very well. Not very well یعنی نه خیلی خوب. میتونه اما نه خیلی خوب. پرهام can but not very well. تکرار کن. But not very well. But not very well. میتونه اما نه خیلی خوب. Who can take good photo? Who can take photos? کی میتونه عکس بگیره؟ مرجان and لیلا can.
Who is good at telling stories? Who is good at telling stories? تکرار کن. Telling stories. Telling stories. Telling stories. باریکالله. Telling stories. Who can telling stories? Who is good at telling stories? باریکالله. Who can telling? غلطه ها. هرگز نگین who can telling. چون بعد از can tell نمیتونه به صورت ing دار بیاد. ولی بعد از who is good at tell باید به صورت ing دار بیاد. Who is good at telling stories? چه کسی میتونه خوب نقاشی بکشه؟ داستان بگه معذرت میخوام. Me یعنی من. اینم از این قسمت. خیلی ممنونم از توجه شما بچه های عزیز تا اینجای کتاب. خیلی خوب به حرفای من گوش کردید. اون چیزی که من میخواستم، مطالبی که گفتم رو تکرار کردید و میدونم که الان کلی چیز جدید یاد گرفتید. خب بچه بیاین به همراه من این واژه ها رو با همدیگه تکرار کنیم. البته واژه هایی که تو قسمت قبلی درس همه رو یاد گرفتیم، منتها اینجا میخواییم اینا رو دوباره طبق متن کتاب تکرار کنیم. واژه اول draw. Draw نقاشی کشیدن رو میگن در زبان انگلیسی. Draw. Draw. تکرار کن. I can draw. I can draw. I'm good at drawing. I'm good at drawing. Draw. Draw. Cook. 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 I can cook. I can cook well. I can cook well. باری کلا به تو که تکرار میکنی. I can cook well. I can cook well. I'm good at cooking. I'm good at cooking. I'm good at cooking. واژه بعدی. Take photos. Take photos. Take photos. I can take photos. I can take photos. I'm good at taking photos. I'm good at taking good photos. بچه‌ها این جمله‌های مختلف برای خودتون بسازین. واژه بعدی search the web. Search the web. همزمان با تکرار کردن به املای واژه هم دقت کنین. به spelling واژه خوب دقت کنین. Search the web. Search the web. I can search the web. I can search the web. I'm good at searching the web. I'm good at searching the web. I'm good at searching the web. Bravo. Thank you. بریم قسمت بعدی. Swim. Swim یعنی شنا کردن. I can swim. I can swim. من میتوانم شنا کنم. من شناگر خوبیم. I'm good at swimming. من شناگر خوبیم. I'm good at swimming. Ride a bicycle. میتونی دوچرخه سواری کنی؟ تو میتونی دوچرخه سواری کنی؟ Can you ride a bicycle؟ به دوستت همین الان اگه کنارت نشسته بگو. بگو can you ride a bicycle؟ اون چی جواب میده؟ میگه yes I can. اگه نمیتونه میگه no I can't. Ride a bicycle. Ride a bicycle. باریکلا. میریم قسمت بعدی. Do a puzzle. Do a puzzle یعنی معما یا جدول حل کردن. I can do a puzzle. من میتونم جدول حل کنم. I can do a puzzle. I can do a puzzle. من جدول حل کردنم خیلی خوبه. I'm good at doing a puzzle. I'm good at doing a puzzle. Play football. میتونی فوتبال بازی کنی؟ یا فوتبال بازی کردنت خوبه؟ Are you good at playing football? فوتبال بازی کردنت خوبه؟ یا میتونی فوتبال بازی کنی؟ Can you play football? Yes, I can. Yes, I can play football well. آره میتونم خوب فوتبال بازی کنم. I'm good at playing football. مرسی از شما که تا اینجا خیلی خوب حواستون جمع بوده. بچه ها به این مکالمه خوب گوش کنید. ببینید چه نکته تلفظی رو میخواد این مکالمه به شما یاد بده. این قسمت هست قسمت spelling and pronunciation. بچه ها خوب گوش کنید بچه. Spelling and pronunciation. Listen to the conversation between the teacher and the students in the English class. Excuse me, I have a question. Yes? How do you say OO in the words football and afternoon? I'll say double O. Well, the sound is short in football and long in afternoon. Thank you. Excuse me, I have a question too. We write PLAY, but we say Pele. Why? Well, that's play. There's no U between P and L. Play. Thanks. And how do you say SW in swimming? Swimming. Say swimming. Find, say, and write five more words with double O in this lesson. خب بچه ها یه
دو سه تا نکته خیلی خوشگل تو این قسمت گفته. خوب به من گوش کنید تا براتون ترجمه کنم. اصلا هم گیج نشید. خیلی هم ساده است. این نکته ها رو من بهتون میگم، مطمئنم خوب یاد میگیرید. دانش آموز از تیچر داره سوال میکنه. اگه دقت کنید تو متن دو تا دانش آموز داریم، student 1 داریم، student 2 داریم و یک تیچر داریم. داره از معلم سوال میکنه. میگه excuse me, I have a question. تکرار کن. اگه از معلمت، بچه‌ها این قسمت قسمت اسپلینگ و پرونانسیشنه، ولی من از تو میخوام همه قسمت‌های کتاب رو خوب یاد بگیری، به خاطر اینکه همه واژه‌ها و جمله‌هایی که توی انگلیسی اومده قراره به کارت بیاد، میتونی ازشون استفاده کنی، میتونی ازشون الگو برداری. یعنی اصلا تو توی کلاست اگه از معلمت سوال داشتی دستتو بگی بالا، بگو excuse me teacher, I have a question. بگو، همین الان تکرار کن، همین الان از من سوال کن، من معلم توام و این رو از من سوال کن. میخوای یاد بگیری که اگه توی کلاس سوال داشتی چجوری اینو بگی به معلمت. میگی excuse me teacher, ببخشید آقا. Excuse me sir, ببخشید آقای معلم. Excuse me sir, I have a question. دیگه من یه سوال دارم. تیچر میگه yes, بفرمایید. بله. میگه how do you say، چطوری دوتا او رو در واژه فوتبال میگی؟ بچه ها ما دوتا او داریم که تو کلمه های مختلف شاید متفاوت تلفظ بشه. یعنی توی واژه فوتبال با واژه afternoon تلفظ متفاوته. اینجا میگی فوتبال، اینجا میگی afternoon. اینجا میگی فوتبال. حالا توضیح میده تیچر، میگه say double o، میگه دوتا او بگو. well The sound is short in football and long in afternoon. یعنی چی؟ میگه صدا، sound یعنی صدا، صدا در فوتبال کوتاهه، short یعنی کوتاه. بچه short و long که اینجا هستش با هم دیگه چی هن؟ متضاد دن. ما متضاد رو در انگلیسی به این شکل نشون میدیم، ما دو واژه متضاد داریم، short long. پس صدای دوتا او در کلمه فوتبال کوتاهه و در کلمه افترنون کشیده تره. دقت کن، فوتبال افترنون ها یکم کشیده تر شد. استودنت وان تشکر میکنه و میگه thank you. استودنت تو میگه excuse me, I have a question too. اونی که بغل دستید نشسته، اگه تو هم سوال داری از من باید چطوری بگی؟ بگی excuse me teacher, I have a question too. من هم یه سوال دارم. تو قسمت قبلی توی مکالمه درس بهت گفتم تو یعنی هم، تو یعنی همچنین. من هم یه سوال دارم. I have a question too. من هم یه سوال دارم. I have a question too. We write play but we say play. وای، میگه ما می‌نویسیم پله، یعنی میخواد چی بگه این بچه، سوالش چیه؟ میگه ما پی و ال می‌نویسیم اما اینجوری میخونیمش. چرا؟ چجوری میخونیم؟ این بچه اشتباه کرده، نمیدونه پلی رو چجوری به طور صحیح میخونن و به غلط میخونه پلی. خب کسایی که به اشتباه میگید پلی، ما پلی در زبان انگلیسی نداریم، چی میگیم؟ تیچر میگه well that's play. There is no a between p and l. میگه a بین p و l نیست. اینجا نگاه کن، این p اینم l. میگه اینجا ای نداریم که. چرا میگی play؟ اصلا اینو پاک کن از ذهنت، تلاش کن و تمرین کن که بگی play. باریکلا بچه ها، این کار رو تا تکرار نکنید با فکرتون نمیتونید صحیح بگید. خوبش فکر کنید، تمرکز کنید و به چیزی که من میگم دقت کنید و بعد از من با صدای بلند چندین بار تکرار کنید. گوش کنید، play. خوب دقت کنید، خوب به واژه فکر کنید، فکر کنید و بگید play. تکرار کن بعد از من، تا تکرار نکنی نمیتونی بگی play. مثل friend، به اشتباه بعضی ها میگن friend یا student، غلطه. student friend و واژه رو به درستی میتونی ادا کنی. خب میریم سراغ ادامه مکالمه و سوالات دانش آموزان. میگه thank you.
And how do you say SW in این ستاره یعنی دانش آموز به غلط میگه. پس منم مثل دانش آموز میخوام به غلط بگم. How do you say swimming? Wow, we have no swimming. Swimming غلطه. تیچر میگه swimming. 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 Not swimming. Swimming غلطه. درستش چیه؟ تکرار کنیم با هم درستش رو. Swimming. 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 باریکلا به شما. خب اینم از بخش spelling and pronunciation در درس سوم. میریم سراغ صفحه بعد. دو تا تمرین داره. دو تا تمرین رو انجام میدیم و بعد دیگه کاری با شما ندارم برای درس سه. پس بریم اول تمرین ریسنینگ و رایتینگ رو انجام بدیم. خوب دقت کنید. مداد به دست باشید. خوب تمرکز کنید تا ببینید که واژه چیه که باید داخل جای خالی قرار بدیم. Listening and writing یعنی گوش کردن و نوشتار. Listen to the conversations and fill out the table. بچه ها fill out یعنی پر کردن. Table یعنی این تیبله، این جدوله. Below یعنی زیر. میگه گوش کن، مکالمه رو پر کن، جدوله زیر رو. خب ما هم گوش میدیم و جدول رو کامل میکنیم. خوب دقت کنیم. Listening and writing. Listen to the conversations and fill out the table below. Conversation 1. Mother, my friend Arasu can do a lot of things. Oh, what can he do? For example, he can draw very well. Really? Yes, he's very good at it. I have one of his drawings. Would you like to see it? Oh, yes. Ah, this is really good. He can swim very well, too. Great. Do you like to learn, too? Yes, of course. Okay. Conversation 2. Hello, class. Hello, teacher. Today I'm going to know about your abilities. Let's start it with Mernush. Mernush, please tell me about your abilities. What can you do well? I'm good at cooking. I cook a lot of foods and I can make a cake too. That's so good. Are you good at searching the web? Oh, yes. I can do it well. So you can find the name of some special kinds of food from other countries, hmm? Sure. Thank you, Mernush. Sit down, please. Sudo, by now it's your turn. What can you do well? Well, I'm good at swimming, cooking. خب بچه به مکالمه گوش کردین. تو مکالمه اول یک بار دیگه گوش کنید یا حتی چندین بار دیگه گوش کنید ببینید چیزهایی که من نوشتم رو میتونید از مکالمه بیرون بکشید یا خیر. توی مکالمه اول پسری با مادرش صحبت میکرد در مورد فرند یا یکی از دوستانش. فرند در زبان انگلیسی به معنای دوسته. ببینید واژه one of my friends رو در جمله در صحبتاش میشنوید که میگفت one of my friends can draw very well یا he can drawing he can draw یا he is good at drawing. He can swim یا he is good at swimming. این واژه های draw و swim رو ببینید در مکالمه یک میتونید بشنوید. و در مکالمه دو یک teacher وارد کلاس میشه و در مورد توانایی های بچه ها ازشون سوال میکنه. خب در توانایی هایی که معلم از بچه ها میپرسه ما cooking رو میشنویم، making a cake رو میشنویم، search the web رو میشنویم، swimming رو میشنویم و خیلی چند تا مورد دیگه هم بود که به خوبی میتونستید در جمله بشنوید که من بیشتر از جایی که کتاب براتون گذاشته حتی تا سه مورد رو براتون نوشتم. موردهای دیگر هم بهش دقت کنید بچه ها. اینم از این قسمت. میریم سراغ صفحه بعدی کتابتون بچه های عزیز. بخش reading, speaking and writing. بچه تو این قسمت کتاب از شما چی خواسته؟ خوب دقت کنید بچه‌ها. یه کار گروهی باید با دوستانتون انجام بدیم. Group work. Find classmates with the following abilities and fill out the table below. میگه با این چهار تا مهارتی که اینجا نوشته شده دوستانی رو پیدا کنید and two more abilities یا دو تا دیگه حتی بیشتر میتونید بهش اضافه کنید. Use these model questions و این سوالات رو ازشون بپرسید و بعد نام همکلاسیاتون رو در مقابلش بنویسید. میتونید دو تا دیگه هم مقابلش اضافه کنید. دو تا مهارت دیگر میتونید به من بگید تا من اضافه کنم. ما اینجا ride a bicycle رو داریم. مثلا شما از دوست چی میپرسی؟ Can you ride a bicycle?
دوستت پاسخ میده آره میتونم، اسمشو میپرسی و اینجا میمیمسی، مثلا علی. نفر بعدی ازش میپرسی Are you good at using a computer؟ میتونی خوب از کامپیوتر استفاده کنی؟ اگر پاسخ مثبت میده یا منفی، اسمش رو اینجا مینویسی، مثلا رضا. و اسم دوستانت رو به همین شکل میای پایین تر مینویسی. Take photos، عکس گرفتن. Are you good at taking photos؟ یا Can you take photo؟ این سوال رو از دوستت میپرسی، نامش رو مینویسی. Draw، Are you good at drawing؟ یا Can you draw؟ باز هم به همین شکل سوال میپرسی و نامش رو مینویسی. دو تا دیگه به من بگو، دو تا دیگه بهش اضافه کنیم. من یکی سویم رو مینویسم، یعنی شنا کردن. من یکی دیگه هم مینویسم Tell a story، داستان گفتن. ها؟ یکی از مهارتام همینه. Can you swim؟ یا Are you good at swimming؟ یا Can you tell a story؟ Are you good at telling a story؟ اگر جواب هاشون هر چیزی که بود، پرسش هات رو با نام افراد در اینجا می نویسی. پس شما یاد گرفتید در درس 3 مهارت هایی رو بیان کنید و در مورد اون مهارت ها بگید می توانید انجامشون بدید یا توانمندی انجام اون رو دارید یا اینکه در انجام اون خوب هستید یا خیر. در قسمت بعدی شما دو تا کارت دارید، student A card، student B card، در دو صفحه این قرار گرفته. حالا دقت کنید که در کارت A و B چه اتفاقی باید بیفته. یه بازیه که باید با دوستانتون در کلاس یا همکلاسیاتون و دوستانی که در اطرافتون هستن انجام بدیم به شکل رول پلی. در این قسمت گفته یه کار گروهی. پر A، you are an interviewer، شما یک مصاحبه کننده ای. interviewer یعنی مصاحبه کننده. look at the questions on card A، به سوالات کارت A نگاه کن. and ask your classmate the questions، و از همکلاسیت ازش اون سوالات رو بپرس. دانش آموز B چه کاری باید بکنه؟ دانش آموز B، imagine یعنی تصور کن، فکر کن. imagine you are a famous person، فکر کن یه شخص مشهوری. famous یعنی مشهور. imagine you are a famous person، complete the information and on card B، اطلاعات کارت B رو تکمیل کن. and answer the interviewer's questions، و سوالات مصاحبه کننده رو پاسخ بده. خب شما این سوالات رو بعد از دوستانتون بپرسید. سوالات رو من براتون میخونم، شما هم حتما اونها رو از دوستانتون خواهید پرسید و جواباشو در مقابلش برای خودتون مینویسید. نظر دوستانتون رو حتما برای ما هم یادداشت کنید. Students A card، What's your name please؟ نامش رو میپرسید. How old are you؟ سنت چقدره؟ What's your job؟ شغلت چیه؟ What's your nationality؟ ملیتت؟ What city are you from؟ اهل چه شهری هستی؟ What's it like؟ چه جور جاییه؟ اون شهری که اهلشی اهل چه جور جاییه؟ What's your favorite food؟ غذای مورد علاقت چیه؟ What sports can you do or play؟ این slash یعنی یا. What sports can you do or play؟ چه ورزشیه که میتونی بازی کنی یا انجامش بدی؟ ما اگه اینجا دو یا پلی گذاشته، چون بعضی از ورزش ها و بعضی از فعالیت ها رو ما با دو می نویسیم و بعضی ها رو با پلی، و این سوالات رو به همین شکل از دوستت میپرسی. و دانش آموزانی که کارد بی رو دارن باید اطلاعاتشون رو، اطلاعات خودشون رو در اینجا پاسخ بدن. این دقیقا پاسخ نامه شماست. در اون قسمت نام رو پرسیده بچه، اگر هر دو رو با هم ببینید، اینجا What's your name رو پرسیده، شما My name is، اسمتون رو به راحتی می نویسید. My name is مثلا علی رشیدپور. I'm مثلا عدد سنتون رو میذارید. I'm 13 years old. در سوال سوم گفته What's your job، میتونید بنویسید I'm a mechanic، یا هر شغلی که دارید به سلیقه خودتون قرار میدید. I'm a doctor. سوال سوم What's your nationality، مثلا میگی I'm Iranian، یا هر جایی که هستی. قسمت بعدی دوباره پرسیده What city are you from؟ I'm from تهران، تبریز، خراسان، یا هر چیز دیگه ای که هست پاسخ میدی، مینویسی. سوال بعدی پرسیده What's it like؟ چه جور جاییه؟ ویژگی های اون شهر رو مینویسی در قسمت بعدی، در برابر سوال What's it like. توی قسمت بعدی میگه What's your favorite food؟ غذای مورد علاقت چیه؟ مثلا مینویسی It's kebab، یا هر چیز دیگه ای باز. و سوال بعد میگه What sports can you do؟ چه ورزشی رو میتونی انجام بدی؟ و
دانش آموزانی که کارد A رو دارن سوال میکنن و دانش آموزانی که کارد B رو دارن پاسخ میدن و پاسخهاشون رو با هم دیگه به اشتراک میذارن. مرسی از اینکه پر هیجان و پر انرژی و خستگی ناپذیر تا اینجا همراه ما بودید. خیلی متشکرم. خدا یار و نگهدار.